شمارش معکوس تا انتخابات 93. تندور ائتلاف ها و تجمعات انتخاباتی از چند ماه پیش در گوشه و کنار کشور گرم شده است. حالا اینجا روشن فکران، استادان و فعالان جامعه مدنی ولایت های حوزه غرب کشور در یک اتحاد انتخاباتی در این حوزه جمع شدند. در نخستین اقدام این اتحاد 13 تن که 3 عضوان از ولایت های فراه، بادغیس و غور می باشند و 10 عضو دیگر از هرات در تشکیل اتحاد انتخاباتی گام های نخستین را برمی دارند. اعضای این اتحاد انتخاباتی می گویند هدف ساختن یک تشکل از نسل نو کشور برای حمایت از برنامه انتخابات و جریان های دموکراسی است که به صورت دائم این ائتلاف فعالیت خواهد داشت. اتحاد حوزه غرب بر انتخابات یک نام با مسما و غیر فصلی و دائمی خواهد بود. امیدوار است ما بتانیم افکار، اندیشه و خواستهای خود از این سکو و از این بستر تنظیم بکنیم و به مرکز قدرت ارائه بدیم. در گام نخست هدف عمده ما حمایت از این پروسه دموکراتیک، زمینه سازی بر حضور گسترده‌تر مردم، جلوگیری از بعض بیخردی ها و برخورده نامناسب در کمپاین ها و مبارزات انتخاباتی و ایجاد یک انگیزی ملی با استفاده از این فرصت تحت نام انتخابات. تقریبا این نخستین اتحاد انتخاباتی است که در کشور و به ویژه حوزه غرب ایجاد شده است. حمایت از پروسه دموکراتیک انتخابات، جریان های سیاسی با رعایت ارزش های اخلاقی و اسلامی در چوکات قانون اساسی کشور از اهداف اصلی این ائتلاف است. قرار است این ائتلاف از کاندیدای مشخص در ریاست جمهوری و شورای ولایتی حمایت کند. اشتراک کنندگان و اعضای کنونی این اتحاد به این باورند که رأی مردم هرات و در کل حوزه غرب کشور همواره مورد معامله قرار گرفته است و تلاش این ائتلاف بر این است تا معامله را بر معادله عوض کند. اگر شما تجربه سیاست در حوزه غرب ببینید، در 10 سال گذشته ما معامله بدن ایلیت سیاسی در حوزه غرب فقط معامله را بلد هستند. معامله بسیار کوچک. پیشنهاد ما برای ازی چی است؟ راه چاره چی است؟ من فکر میکنم راه چاره فرمولش یک فرمول است. معادله به جای معامله. بدون شک تشکیلاتی که بر اساس منافع مردم باشه، تشکیلاتی که بر اساس انتظارات نسل نو افغانستان باشه که من هم نماینده اونها هستم، من هم از اونها حمایت میکنم و هم مطمئن هستم اگر به صورت هدف من در راستای منافع قدم برداره، نه به صورت مقطعی، میتوانه نتیجه بده. اتحاد انتخاباتی حوزه غرب کشور در مرامنامه‌ای که به نشر رسانده تقریبا در 7 ماده تمامی اهداف و معیارهای اساسی ائتلافشان را ذکر کردند. این اتحاد در 1-2 ماده نوشته است که با تلاش همه جانبه و به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در اتحاد انتخاباتی حوزه غرب کشور جهت آگاهی دهی و حضور پرشور مردم در انتخابات است و استفاده از فضای انتخاباتی به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت همگرایی ملت می باشد. هرات یکی از ولایت های پر جمعیت کشور پس از کابل است که به گفته فعالان سیاسی همواره رأی مردم این ولایت و ولایت های همجوار آن به معامله گرفته شده است. این اتحاد که برای نخستین بار تلاش دارد تا از رأی مردم این حوزه به صورت اساسی روی یک تفکر عقلانی حمایت کرده و رأی را برای افراد به صندوق های رأی دهی می اندازد تا در آینده این ولایت ها از جریان های سیاسی عقب نماند.